با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه اندیشه با دوستان هستید. اجتماع با شکوه مردم ایران، هموطنان گرامی و عزیزمون در اطراف آرامگاه کوروش بزرگ و تصاویری که از این اجتماع عظیم و استثنایی دیدیم، همه ما رو خوشحال کرد و شاید یک کمی ما رو تکان داد که بیشتر از این باید در اطراف این موضوع فکر بکنیم. و بسیار خوشحالیم که ایرانیان به ویژه جوانان با همت خودشون این اجتماع عظیم رو به وجود آوردن. تصاویر بسیار زیبایی از این اجتماع در وسایل ارتباط جمعی آمد، تصاویری که گاهی اوقات آدم رو شاد میکرد و زمانی هم اشک در چشمهای ما جمع میشد. شاید هرگز فکر نمی کردیم که جوانان شجاع پرچم شیر و خورشید نشان رو به دست بگیرن و در تظاهراتشون باشن. در شعارهایی که میدادن، شعارهایی بود که شاید سالها در انتظارش بودیم. بسیاری از تصاویر رو شما دیدید، اما چند روز پیش یک دوست عزیزمون از سوئد با من تماس گرفت که او با داخل ایران ارتباط داره و بسیاری از دوستانش از داخل ایران برای او تصاویری فرستادن که وقتی برای من فرستاد بسیار خوشحال شدم و ازش خواهش کردم که در برنامه این هفته اندیشه با دوستان با او از طریق اسکایپ از سوئد به لس آنجلس گفتگویی داشته باشیم. قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنیم با هم دیگه صحبت میکردیم و حرفای بسیار برای گفتن داشت این دوست ما آقای دانیل عصایی. آقای عصایی عزیز، به برنامه اندیشه با دوستان خوش آمدید. خیلی ممنون. درود بر شما و درود به بینندگان عزیز شما. ممنونم از لطف و محبتتون. به من فرمودید که از داخل ایران با شما تماس گرفته شده و تصاویر رو براتون فرستادن. قبل از اینکه نگاهی بکنیم به این تصاویر و به ویژه به شعارهایی که در این اجتماع با شکوه مردم دادن که سالها بود در انتظار این نوع شعارها بودیم، شما فعالیتتون در سوئد چیه؟ من در سوئد خب الان حدود 27-28 سال در سوئد من فعال سیاسی هستم. در احزاب سوئد کنسرواتیو هستم و در وقتی که به سوئد اومدم من 17 سالم بود، اوایل انقلاب. از یه خانواده سیاسی اومده بودم و در اینجا فعالیتم در حزب کنسرواتیو بود، در بخش جوانانش. بعد بین دفتر حزب و مجلس شروع به کار کردم و تا اواخر سال 98 که مستقیما با مجلس شروع به همکاری کردم تا سال 2001 که بعد یک متاسفانه در انتخابات شکست خوردیم و تا 2010 من فقط در شهرستان ها و پایتخت به صورت فعال سیاسی بودم، تا 2010 که به عنوان اول دبیر حزبمون در مجلس و بعد به عنوان معاون دبیر اون حزب در اون مجلس فعال بودم تا 2014 که دوباره ما از دولت اومدیم بیرون و من به استان سرمران در اونجا فعال سیاسی شدم و دبیر کل اون منطقه بودم و در 2014 در سازماندهی انتخابات استان سرمران فعال بودم. این در بخش سوئدیه. در بخش ایرانی خب به عنوان یک ایرانی من همیشه فراموش نکردم که میگم هر روز عشق اونو دارم که به کشور خودم برگردم. برادر من، خانواده من از یک خانواده سیاسی و پدر من در دولت شاهنشاهی قبلی مشغول به کار بودن و پدر از سال 79 برادرم فعالیت سیاسی داشت بر علیه جمهوری اسلامی که متاسفانه 10 سال پیش ایشون به قتل رسید از طریق جمهوری اسلامی، چون اعدام و کشتن رو من به عنوان یک قتل میبینم نه به عنوان یک. و
فعال و من با ایران تماسایی داشتم از چند سال پیش، حدود 5 سالی هست که به صورت خیلی فعال سعی میکنم در هر کمکی از دستم بیاد در ایران انجام بدم. و چند سال اخیر من با کنگره دانشجویان در ایران آشنا شدم و با اونا تماسایی برقرار کردم و پروژه‌ای رو با اینا در میون میذاریم، سعی میکنم هر کمکی از دستم بیاد به اینا انجام بدم. صحبت کوتاه کنم که خب اینها هم در اون برنامه هفته آبان، برگزاری هفته آبان، مثل تمام گروه ها و فعالان سیاسی در ایران این همت رو دادن و این بزرگترین حرکت رو بعد از سال 88 در اونجا انجام دادن و ما در خارج شاهد اون بودیم. ولی بعد گزارش هایی که به من رسید یک مقدار تأسف آور بود و ناراحت کننده و جمهوری اسلامی یک استراتژی جدیدی برای سرکوب و دستگیری و دوستانمون انجام داده که وقتی این گزارش رو برای من فرستادن، من دوباره با اون تماس گرفتم و بیشتر در این مورد با هم صحبت کردن. یک سری فیلم ها رو فرستادن که تعداد اندکیشون رو من به شما فرستادم و بعد توضیح میدم که در مورد اون فیلم هایی هم که فرستادم. آقای عصایی عزیز، من میدونم، من خودم شیرازی هستم، من میدونم که آرامگاه کوروش بزرگ در جای قرار داره که راه طولانی باید طی کرد و رسید به این آرامگاه و مردم تا اونجا که در این فیلمایی که شما فرستادید دیدم بسیار مشکل و مقدار زیادی از راه رو پیاده طی کردن. میشه توضیح بفرمایید؟ بله، در این گزارش 4 محور بود. یه محور بود با اینکه مردم از ترافیک اصلا در ایران متنفرند و بسیار شلوغ بود، مخصوصا جمهوری اسلامی تقریبا 10-20 کیلومتری به پارکینگ کوروش که باز 10 کیلومتر با خود مقر فاصله داره اینها بسته بودن و اجازه نمیدادن که تقریبا بعد از ظهر دوروبر ساعت 1 به طور کامل بسته بودن و نمیذاشتن که ماشین شخصی برن و این باعث ترافیک خیلی بزرگی شد. و اگه در فیلم 1 هم ببینید، خب جوانا اینا فکر این هم کرده بودن، شما ببینید در یک جاده خاکی بغلش بود که بیشتر روستایی ها برای گوسفنداشون و ازش استفاده میکنن برای حیوانا و اینا که میخوان برند از جاده رد نشن و اینا این جاده رو استفاده میکردن و سریع میتونستن برن، ولی برای کسای دیگه که نمیدونستن یک جاده خاکی بغلش وجود داره و از جاده اصلی داشتن میرفتن، کاملا شما میتونید ببینید که خیلی ها در صف وایستاده بودن و تحمل اینو داشتن و باز لبخند میزدن و حاضر بودن در اون گرما در اون ترافیک تحمل کنن تا به مقبره کوروش بزرگ برسن. بعد همونجور که گفتم این تازه شلوغی ترافیک بود، بعد وقتی هم که به پارکینگ میرسیدن، پارکینگ تا خود آرامگاه کوروش حدود 10 کیلومتر بود که اگه این در فیلم دوم مشاهده میکنید باز هم مردم با پیاده این 10 کیلومتر، خانواده ها همینجوری با لبخند به طرف آرامگاه کوروش رفتن برای بزرگداشت روزی که کوروش اولین منشور حقوق بشر رو در تاریخ بشریت مکتوب کرد. آیا واقعا مامورین پاسداران اونجا نبودن که جلوگیری کنن و احتمالا نگذارن که مردم به مزار کوروش نزدیک بشن؟ ببینید این استراتژی جمهوری اسلامی الان عوض شده. این طبق گزارش که در اونجا بود، اینها اول شروع کردن به عواملی داشتن که به صورت شروع کردن به شناسایی کردن، چون بچه ها در ایران جوان ها اونا هم زرنگ بودن، اونا هم قبل از تمام خودشون سازماندهی بودن برای افشا و پیدا کردن عامل های جمهوری اسلامی در بین مردم. البته مثلا در یک فیلم دیگه که متاسفانه من اینو نمیتونم پخش کنم نشون میده که اینا سعی کردن ولی اتفاقاتی افتاد و ولی مردم جلوی دستگیری بعضیا رو میگرفتن.
و ولی اینا شروع کردن به شناسایی کردن تا بعد از ظهر که میگم در صحبت‌های بعدی اینا بهش اشاره خواهیم کرد که تا ساعت دوروبر 17-18 شب، یعنی دوروبر 5-6 شب اینا فقط داشتن شناسایی میکردن. یه گروه کوچیکی هم که میگم اونا گفتن زیر 50 نفر بودن، اینا هم خودشون به صورت تظاهر، به صورت تظاهر کنندگان اومده بودن اونجا، ولی قصدشون فقط شعارهای جمهوری اسلامی دادن بود، که متاسفانه این خیلی مهمه که دوستان عزیزی که در فضای مجازی اینا رو میبینن اینا کار خود جمهوری اسلامیه و پخش نکنن، چون خیلی مهمه. البته صدای اینا زود کوتاه شد به خاطر اینکه مردم بزرگ از جمع عظیمی با شورای خیلی بلند و تونستن اینا رو ساکت کنن، ولی تا ساعت دوروبر 6 تک و توک اینا دستگیر میکردن. و در روستا یک مدرسه ای بود که اون مدرسه هم آماده کرده بودن برای اینکه کسایی که دستگیر میشن و اونجا انتقال بدن و بعد به جای دیگه، که طبق اطلاعاتی که به ما رسید بیش از 200 نفر دستگیر شدن اون روز. یک سرشون صبح زود بود، میگم بچه ها حدود 50,000 تا آب خریده بودن روز قبلش برده بودن اونجا، که مامورین نذاشتن این آب رو پخش کنن، که اینا مجبور شدن دوباره برن شیراز با وانت 20,000 تا بیارن و جوانان با هماهنگی کنگره دانشجویان تونستن یه مقدار شیرینی و آب و اینا پخش کنن. ولی خیلی از این دوستانی که برای هماهنگی رفته بودن صبح زود اونا دستگیر شده بودن، و توی جمع میدیدیم وقتی که داشتن شعار میدادن عاملین جمهوری اسلامی هم اونجا بودن و اینا رو داشتن شناسایی میکردن. و تا ساعت دوروبر 6 بامداد تقریبا میذاشتن اینا کار خودشون میکنن. دستگیری ها دوروبر بعد از ها شروع شد، و شما اگه فیلم سوم رو نگاه کنید که این یکی از مامورانی که شناسایی شد، همونجور که گفتم جوانان در این دفعه هوشیار بودن و خودشون داشتن اینا رو شناسایی میکردن، و چندین تن از این مامورین شناسایی شدن که در آینده بتونن اینا باید جوابگو باشن به ملت ایران. شما اگه در فیلم چهار نگاه کنید، این محمد پورکمالیه که از سپاه استان فارس در قسمت اطلاعات کار میکنه و یکی از عاملین شناسایی کردن سرکوب 7 آبان بود، و همونجور که مشاهده میکنید این با یک دوربین داره فیلم میگیره و سعی میکنه شناسایی کنه کسانی که پرچم شیر و خوشی رو برده بودن و شعارهای میدادن در رابطه با بزرگداشت کوروش کبیر. و از این آدم‌های اطلاعاتی زیاد بودن، میگم چندین اینا ازشون فیلم گرفته شد، اینا خودشون نمیدونستن که اینا داشتن شناسایی میکردن، افرادی هم بودن در ایران که داشتن اینا رو شناسایی میکردن. و همونجور که گفت که مثلا بعضیا که شعار میدادن در دو سه اتفاق افتاد که اینا مثلا وقتی از جمع جدا میشدن میرفتن آبی بخورن فلانی بخورن، یه دفعه به اینا دستگیر میکردن به بهانه‌های مختلف، عواملی داشتن که باعث دعوا با این افراد میشدن، ولی اینا دنبال کسایی بودن که به اصطلاح تنظیمی شعار میدادن، یا مثلا زیاد نه رهبریت ولی مثلا در اونجا خیلی فعال بودن و شعارهایی میدادن که بعد جمع تکرار میکردن. و اما ببینید، من خیال میکنم که با وجود تمام مامورین و کسایی رو که گذاشته بودن برای دستگیری، اجتماع مردم انقدر عظیم بود، انقدر باشکوه بود که شاید خودشون هم حیرت کردن در مقابل این اجتماع بسیار عظیم. و در این باره چه میفرمایید؟ بله کاملا صحیح است، برای همین هم اونا نمیتونستن واکنش از خودشون نشون بدن. طبق تخمینی که زده شده بود بین 170 تا 200,000 نفر فقط اونجا بودن، و اینها برای همین هم استراتژیشون رو عوض کرده بودن. شعارهایی که میدادن در اونجا، این گزارشی که به من رسیده بود، خب یه شعارهایی بود که خواست اینا و در موقعیتشون در ایران رو نشون میداد،
مثل مثلا شعارهای مثل حکومت آخوندی، فقط ظلم، فقط جنگ، کعبه من همینجاست چون قبر کوروش اینجاست، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، فکری به حال ما کن، سوریه رو رها کن، و شعارهای مختلف. جالب اینجا بود که بین این شعارها حتی راه حل ها یا بگم خروش مردم خودجوش شعارهای می آمد که از دوران پهلوی شعار می دادن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بودن. این شعارها باز تکرار و تکرار می شد و این واقعا خیلی برای اولین بار پرشور و خودجوش بود، یعنی خود مردم این شعارها رو میدادن، جای از جای تنظیم نمیشد و اینا. شعارهای دیگه: هرگز نخواب کوروش، ایران پدر ندارد. میگم خیلی، و در این موقعیت خب این مامورین میگم تعدادشون زیاد به اون صورت نبود، اون کسایی که سعی میکردن شعارهای اسلامی بدن حتی به 20 تا نمیرسیدن و مامورینی که اونا داشتن به اون تعدادی نبود که بتونن 170 هزار 200 هزار نفر رو مهار کنن. بسیار زیباست. شاید این شعارها برای اولین بار بود که این گونه در بین جمعیتی چنین عظیم عرضه می شد: کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست. یا ولی با شکوه ترینش در بین اونها اون صحنه بود که من دیدم که پرچم شیر و خورشید نشان رو با شجاعت جوانی بلند کرده و مردم دارن در اطرافش شعار میدن. بسیار زیبا بود. و ایشون هم متاسفانه اینجور که خبر رسیده، ایشون هم یکی از اون کسایی هستند که الان منتقل شدن به زندان مرکزی شیراز. البته این آخرین گزارش از 10 آبان 95 بوده. اینا سعی میکنن که خبرهای جدیدی اگه برسه، ولی متاسفانه خیلی از این جوانان دستگیر شدن. یه مسئله هم بگم، تا ساعت 2 بامداد روز بعد مردم هنوز در آرامگاه کوروش بودن و خیلی ها ماشینا رو اونجا میدیدی که متاسفانه یا خانواده هایی بودن که پسرشون دخترشون بازداشت شده بود اونجا مونده بودن بلا تکلیف، خیلی ها مثلا راننده اون ماشین بازداشت شده بود نمیدونستن چیکار کنن و واقعا گرسنه و تشنه. شما خودتون میدونید در پاسارگاد واقعا هیچی نیست، یک روستایی و اینا گوش، و خیلی ها مجبور شدن پیاده دیگه همدیگه رو کمک کردن تو تونستن و فرداش رفتن شیراز. خیلی ها بلیت هواپیما داشتن ولی به خاطر اینکه کسانی از خانوادهشون در زندان بودن مجبور بودن در شیراز همینجوری این بر اون بر بگردن ببینن تکلیف چی شده. و جمهوری اسلامی طبق معمول هیچ آماری هیچ از جالب اینجاست که کسایی که در اون مدرسه که در اون روستا بود، خب یه سری هم بودن که به خاطر زد و خورد و بدرفتاری اینا بازداشت شدن، اونا بعد از 1-2 ساعت اینا رو ول میکردن، ولی بچه هایی که شعار میدادن و میگم اینا رو شناسایی کرده بودن، اینا هنوز هم که هنوز در زندان شیراز هم. و خیلی مهمه که این اقداماتی بشه برای انعکاس این حرکت و تلاش بشه برای رهایی این قویدلان و قهرمانان ایران. بسیار فکر میکردن که تنها ایرانیان از شیراز و اطراف شیراز به اینجا آمدن، ولی همینطور که شما فرمودید خیلی ها از تهران، از شهرهای دیگه. و همینطور یک نکته بسیار جالب که در بعضی از شهرها به خاطر روز کوروش 7 آبان خیلی ها غذا درست کرده بودن، ساندویچ درست کرده بودن در بسته هایی که روش تصویر کوروش بود و بین کسانی که غذا نداشتن تقسیم میکردن. در همین تظاهرات اطراف آرامگاه کوروش عزیز ما متاسفانه خبر آمد که آقای عالی پیام شاعرمون حالو و دستگیر کردن، اما چند ساعت پیش مثل این که اعلام شد که آزادشون کردن. بلافاصله بعد از اینکه خبر دستگیری آقای عالی پیام آمد، ما یک مطلب کوتاهی رو مرتب در تلویزیون پخش کردیم که اجازه بدید الان نگاهی بهش بکنیم. خیلی کوتاهه.
آقای خامنه ای، مردم ایران شخص شما را مسئول سلامتی و جان محمد رضا عالی پیام می دانند. او را آزاد کنید. بله، تا اونجایی که خبر داریم مثل این که ایشون رو آزاد کردن. خب به من بفرمایید که قبل از اینکه این اجتماع انجام بشه، ما در ایام نوروز می دیدیم که تعداد زیادی از ایرانیان در اطراف کوروش بزرگ، این آرامگاهش، جمع می شدن و سفره هفت سین واقعی رو کنار این آرامگاه می انداختن. سفره هفت سینی که درش کتاب حافظ بود، درش شاهنامه بود و سفره های بسیار بزرگ. به یاد دارین اون لحظه ها رو؟ بله بله. و خیال میکنم که از همون جا شروع شد، یعنی یک جرقه ای زد در بین مردم، پنجره ای رو به مردم باز شد که تظاهرات و اجتماع در اطراف کوروش بزرگ یک پیام ملی، یک پیام آزادگی، یک پیام ویژه است که مردم میتونن با این اجتماع خودشون بدن. نظر شما چیه؟ بله کاملا با نظر شما موافقم و میگم ایران یک کشور خاصیه که نمیتونیم ما با کشورهای اروپایی، آمریکایی اینا مقایسه کنیم، به خاطر اینکه در تاریخ و یا خون ما، اگه شما اسطوره تاریخی ما رو ببینید، این احترام به عقاید یکدیگر، مردم سالاری، امن و امنیت، آزادی بیان، آزادی ادیان، این چیزی نیست که درش بحث شده باشه. این یک روندی بوده که میگم 2538 سال پیش حتی در لوحه کوروش این نوشته شد. برای همین وقتی که یک رژیم دیکتاتوری یا خفقان در ایران میاد، فقط ملت ایران کافیه برگردن به رسوم و آداب و رسوم و فرهنگ خودشون و میبینن اون ارزش‌های انسانی و آزادی و احترام به عقاید یکدیگر و امنیت و عدالت اجتماعی رو اونو در فرهنگ خودمون میتونیم پیدا کنیم و این در خون ما هست. برای همین مخصوصا در دورانی که شاید مثلا من جوان بودم، در اون گذار هیچ آدم زیاد حساسیت، خب عید نوروز عیدی بود، وقتی بچه بودم آدم ذوق میزد که عیدی میگیر و شیرینی میخوره و اینا، ولی در دوران خفقان اون معنویت هایی که در اون سنت ما هست، این عشق زنده میکنه و به ما یک درسی میده که ما میتونیم از اون معیارهای سنتی و تاریخی خودمون برای مبارزه با استبداد و رهایی کشورمون استفاده کنیم و این خیلی چیزی که متاسفانه در کشورهای دیگه نیست و ایران یک کشور خاصیه که همچین تاریخچه بشری و انسانیت در جهان داره و الان میبینیم که جوانهای ما برگشتن و سعی میکنن با برگزاری و ایمان و برگزاری این مراسم و تعهد به اون آیین‌های باستانی ما با استبداد حاکم در ایران مبارزه کنن. پس باید در انتظار بودیم که برای انتظار باشیم که در نوروز آینده اجتماع با شکوه دیگری در کنار کوروش بزرگ خواهیم داشت و خیال میکنم هم ما، هم شما و همه ایرانیان باید ضمن این که تشویق بکنیم مردم رو برای این اجتماع بسیار با شکوه که نوروز خواهد بود و آغاز بهار و آغاز سال نو ایرانی در کنار کوروش بزرگ، همه ما در این باره تبلیغ کنیم و مردم رو تشویق کنیم. موافقید؟ بله کاملا با شما موافقم، ولی فراموش نکنید که الان مهمترین روزم روز چهارشنبه سوریه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی واکنش نسبت به این مراسم باستانی ما انجام داده و من فکر کنم که امسال چهارشنبه سوریه باشکوهی در ایران انجام بشه برای حفظ اون سنت های ایرانی و برای اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدن که ما ایرانی هستیم، ایرانی خواهیم بود و هیچ موقع حاضر نیستیم که از پدرانمون برگردیم و این سنت ها رو زیر پا بذاریم. ممنونم از لطف محبتتون. آقای دانیال عصایی از سوئد محبت کردیم، با ما تماس گرفتیم
تشکر میکنم. اجازه بدید از همینجا ضمن تشکر ویژه از شما خواهش بکنم که در برنامه های دیگه بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم و در مسیر فعالیت هاتون باشیم. خیلی ممنون، متشکرم. بدرود شما و بدرود بینندگان عزیز شما. ممنونم از لطف و محبتتون. اجازه بدید نگاه دیگه ای داشته باشیم به اجتماع بزرگ مردم ایران در کنار کوروش عزیزشون. نگاه بکنیم و برگردیم، با شما هستیم، برنامه رو ادامه میدیم. آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه، 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 آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه. خیال میکنم صحنه های با شکوهی بود که بارها میشه بهش نگاه کرد و بارها میشه بهش افتخار کرد. با تشکر بسیار از آقای دانیل عصایی از سوئد که محبت کردن در برنامه ما شرکت کردن و بسیاری از دوستانمون در نقاط مختلف جهان با ما تماس میگیرن. خوشبختانه این روزها با کمک تکنولوژی میتونیم تصویر و صداشون رو داشته باشیم. و اجازه بدید دوست دیگری رو داشته باشیم از پایتخت آمریکا، پایتخت آمریکایی که این روزها تب داره، تب انتخابات داره که معلوم نیست که چه کسی سر کار میاد و هر کسی که میاد، هر کسی قدرت رو در دست میگیره با مشکلات زیاد برای خودش و مردم مواجه میشه. شاید انتخابات فعلی آمریکا یکی از استثنایی ترین انتخابات آمریکا باشه در این 200 خورده سالی که استقلال پیدا کرده و رؤسای جمهور بسیار داشته که هر کدومشون جزو چهره های بودن که مردم بهشون علاقه مند بودن، عکسشون روی اسکناس چاپ میکنن و دوستشون دارن. حالا نمیدونم این دوتا کاندیدم دوست دارن یا نه. دوست خوب من آقای نیک آهنگ کوثر، فعال سیاسی و کاریکاتوریست به ناممون از پایتخت آمریکا با ما هستند. بهش بدرود میگم و سلام میکنم. نیک آهنگ عزیز سلام. درود بر شما. آقا به این زودی بدرود نگیم، به آخر برنامه بدرود بگیم. ما مخلص شماییم و خیلی هم ممنون که اجازه دادین مهمون برنامه‌تون باشن. فقط یه نکته رو بگم که این افراد بسیاری الان به قول معروف در آمریکا واقعا سر کار هستند، برای اینکه ببینن کدوم کاندیدا سر کار میاد. و من امروز با دوست همکار آمریکایی یک جلسه داشتم و میگفت واقعا یک جور نگرانی توی واشنگتن موج میزنه که هیچ وقت سابقه نداشت، لااقل توی حداقل 8 سالی که او در واشنگتن بوده و شاهد بوده از نزدیک وقایع رو، و واقعا بی‌نظیر هست. نمیگم حالا بی‌نظیر خوب، ولی در حقیقت نظیری نمیشه براش پیدا کرد، این استرس و نگرانی که در شهر واشنگتن حاکم هست. البته این انتخابات بی‌نظیره، اما از نظر ما
اجتماع مردم در اطراف آرامگاه کوروش هم به نظر من بی‌نظیر بود. من که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و واقعا دونه دونه این جوانان رو باید احترام ویژه‌ای براشون قائل بود به خاطر این اجتماع. اما چی کنیم که در این آمریکا مطالبی هست و وقایعی هست که دنیا در انتظارشه. فکر میکنیم که عذر میخوام ببخشید فکر میکنید آقای نیکاهنگ کوثر اگر این آقای ترامپ به قدرت برسه، البته همه میگن خانم هیلری میاد به کاخ سفید، اما اگر ایشون بیاد چطور میشه؟ همین الان بسیاری از رؤسای دنیا انگشت به دهان حیران موندن که به هر حال آمریکا چه خواهد شد اگر ایشون بیاد سر کار چطور میشه؟ من از چند زاویه قضیه رو نگاه میکنم. از منظر طنز پردازان و کارتونیست ها و کاریکاتوریست ها بهشت میشه، چون واقعا خداوند چنین موجودی رو و شبیه ایشون رو کم آفریده که اینقدر سوژه ایجاد بکنه. یعنی هر روز که حرف میزنه اصلا گاهی وقتا ممکنه بازار بعضی میگن کساد میکنه، چون اونقدر چیز خنده دار میگه که نمیشه آدم رو دست ایشون بلند شه. اما از منظر سیاست خارجی باید دید که تیمی که همراهی میکنه ایشون رو چقدر قدرت پیدا خواهد کرد که به قول معروف ایشون رو هدایت بکنه به مسیری که قرار هست به قول معروف آمریکا اون مسیر رو طی بکنه. ببینید، فرض کنید که آقای ترامپ بشه رئیس جمهوری آمریکا، چه کسی رئیس شورای امنیت ملی خواهد بود؟ چه کسی رئیس دفترش خواهد بود؟ چه کسی وزیر خارجه است؟ چه کسی مسئول دقیقاً وزیر دفاع و پنتاگونه؟ چه کسی در رأس نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت؟ اینها کمیته گروه اصلی رو تشکیل میدن که امنیت و سیاست خارجی آمریکا رو تعیین میکنه. در بعد داخلی بایستی دید چه کسانی میان و ایشون رو همراهی میکنن. درسته که یک رئیس جمهوری وقتی میاد خیلی از چیزا تغییر میکنه، اما آمریکا سیستم اداریش و سیستم ساختارش یک سیستم بادکنکی نیست که به این راحتی با آمدن یک رئیس جمهوری کاملا مثلا منحرف بشه به یک سمت بره. هر چیزی روندی رو باید طی کنه. از طرف دیگه به خاطر مسئله ایمیل های خانم کلینتون، اگر در روز جمعه گذشته آقای کومی رئیس FBI نمی اومد و مسئله رو به طریقی که الان میدونیم بیان کنه، شاید هم جمهوری خواها در کنگره سنا، یعنی در حقیقت در مجلس نمایندگان و سنا مشکل می داشتن و هم در کاخ سفید. اما اتفاقی که افتاد و بر اساس نظرسنجی هایی که الان شاهدش هستیم یک تکون عمده خورده و خیلی از کسانی که ممکن بود به خانم کلینتون و یا به دموکرات ها رأی بدن ممکن هست ایست بکنن و به اون اندازه که انتظار بود رأی ندن و این ممکنه به نفع جمهوری خواهان بشه. و از منظر دیگر، منظر جهانی بخوایم قضیه رو ببینیم، آقای ترامپ به خاطر اظهار نظرهایی که درباره روسیه کرده نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده در محافل مختلف واشنگتن و اتحادیه اروپا، به این دلیل که ایشون با مثلا تصرف اوکراین چندان مشکلی نداره، با علیه ناتو موضع‌گیری کرده و گفته ما نباید هزینه ناتو رو فقط تامین کنیم، باید کشورهای دیگه تامین بکنن و مواضعی گرفته که باعث نگرانی کسانی شده که یک دکترین رو طی کردن از بعد از جنگ جهانی دوم برای حضور ناتو در قلب اروپا. و بایستی دید آیا ایشون پایبند میمونه به ادعاهایی که کرده یا نه. اگر تیم سیاست خارجیش تصمیم گرفت که همین روندی که الان آمریکا داره رو ادامه بده، ایشون اعتراضی نخواهد کرد. باید منتظر شد و دید. ولی خب شاید هم خانم کلینتون رای بیاره و معلوم نیست که به هر شکل چه اتفاقی خواهد افتاد در روز سه‌شنبه 8 نوامبر. بله، اولا به بینندگان عزیزم بگم که برنامه آینده من هفته آینده چهارشنبه خواهد بود، یعنی روز بعد از انتخابات، یعنی تکلیف آمریکا در برنامه آینده من معلومه. از همین الان از آقای گوهرزاد خواهش کردم که هفته آینده با ما باشه و دیگر دوستانمون و ببینیم که تکلیف آمریکای ما چه خواهد شد. اما ببینید، حتی کسانی که طرفدار خانم کلینتون هم هستن بسیار نگرانن، برای اینکه با این حرفایی که در مورد ایشون زده میشه و
یکی از دوستان میگو به من مربوط نیست، میگو آنچنان که نگاه میکنیم که یک زن با قدرت میخواد بیاد مثل خانم می در انگلستان یا خانم مرکل در آلمان اینها، یا بسیاری از زنهای دیگه که در رأس قدرت هستند در کشورهای اروپایی، ما قدرتی در این خانم کلینتون نمیبینیم. نمیدونم، البته این قضاوت ما ایرانی هاست که همیشه فکر میکنیم که اون چرا که فکر میکنیم حتما درسته و اون چرا که میگیم حتما مطلب به هر حال درستی هست که بیاد. نظر شما در این باره چیه؟ آیا واقعا خانم کلینتون میتونه یک زن با قدرتی باشه که زنی که اولین بار به کاخ سفید میره، یعنی رئیس جمهور میشه، و بتونه چهره باشه که در تاریخ آمریکا به نیکی ازش یاد کنن؟ حالا در این مورد که آیا به نیکی از ایشون یاد آهن کرد یا نه، نمیشه قضاوت کرد به واسطه اینکه ایشون تنها در به عنوان همسر رئیس جمهوری 8 سال بانوی اول بوده و خب مسئولیت‌هایی داشته و دوره سناتور بوده، کار ویژه‌ای عملاً از منظر خیلی‌ها نکرده و در دوره وزارت خارجه‌اش هم بزرگترین کاری که کرده مسافرت‌های فراوانش بوده به این طرف و اون طرف دنیا، این از منظر منتقدینش. اما نکته‌ای رو که من اینجا باید باز بکنم این هست که خب خیلی از ما ایرانی‌ها طبیعتاً به واسطه اون نگاه پدرسالارانه و مردسالارانه‌ای که داشتیم، نگاه مثبتی به یک رئیس کشور زن، رئیس کشور که زن باشه، نداشتیم. حتی اگر شما مثلا ببینید بعد از اتفاقی که همین در روز 7 آبان در کاسارگاد افتاد، خب نقدهای بسیار مختلفی مطرح شد، حمایت‌های مختلف شد، اما یک نقد جالبی آقای سید مهدی جلالی تهرانی مطرح کرد و گفت که بیایم به این قضیه نگاهی بکنیم که آیا ما بایستی اون تفکر پدرسالاری رو بهش در حقیقت بها بدیم، یا فکر کنیم مثلا اگر برفرض وقتی ما میگیم کوروش پدر ماست و ما دوم یک پدر در اون به عنوان پدر بهش نگاه میکنیم، فکر کنیم که فرض کنیم یک زن میخواد بیاد و کشور ما رو هدایت بکنه، چه اشکالی داره؟ یک تفکری هست که بالاخره ما بایستی به این نکته برسیم که برابری وجود داره میان زن و مرد. و حتی وقتی من به خاطر برنامه آبانگان که در طول یک سال گذشته درگیر تولیدش بودم، بررسیایی که کردم وقتی میبینیم که آبان آناهیتا نگاهبان آب یک ایزد بانو هست، یعنی یک مرد نیست، یعنی کسی که حیات در حقیقت کشور، حیات دنیا دستش هست به عنوان نگاهبان آب، یک زن هست. پس ایرانیان باستان اگر اون روند رو طی می‌کردن شاید به نقطه‌ای شاید می‌رسیدن و اتفاقاتی که نمی‌افتاد، اتفاقاتی که افتاد در طول تاریخ نمی‌افتاد، شاید ما شاهد این بودیم که بسیاری از رؤسای کشور ما میتونستن زن باشن. و وقتی ما مثلا به گذشته فکر میکنیم میگیم پدران ما، چرا نمیگیم در دوره مادران ما؟ ما اگر بتونیم این نقطه رو با خودمون حل بکنیم و به این برسیم که به همون اندازه که مردان بزرگی ما در فرهنگمون داریم، در کشورمون داریم، در ادبیاتمون داریم، زنهای بزرگی هم داریم، من فکر میکنم زن بودن خانم کلینتون هم مشکل چندانی نباشه، مشکلی اصلا نباشه. به هر صورت ایشون از خیلی از سیاستمداران مرد در خود آمریکا سابقه بیشتری داره، از خود باراک اوبامایی که وقتی اومد و رئیس جمهوری شد که فقط 3 سال سابقه حضور در سنای آمریکا داشت، سابقه بسیار بیشتری داره. اما به هر شکل بایستی دید خانم کلینتون به واسطه سابقه‌ای که داره و ریشه‌ای که داره در ساختار قدرت چه کسانی رو همراه خودش میاره. و به نظر من باید فارغ از زن و مرد بودن، به البته بقیده من و برخی، باید به این ماجرا نگاه کرد. بله اینم یه بحثی است، اما یادمون باشه که وقتی که میگن که کوروش پدر ماست، این هیچ مسئله زن یا مرد بودن نیست، بلکه کوروش به هر حال مرد بوده و مرد بزرگی بوده و مردم ایران دلشون میخواد که شخص بزرگی مثل کوروش همیشه پدر باشه. لغت پدر در زبان ما وقتی که پدر یا پدر سالاری رو به کار میبریم اینطور نیست که حتما پدر فرزندان ما باشه. بسیاری جز پدرهایی بودن که کارهایی کردن کارستان و
پدر بودن، پدر بودن. و ایران خیال میکنم که ایران بی پدره الان، وقتی که اگر بگیم بی پدر و مادره شاید قشنگ نباشه، ولی وقتی لغت پدر رو به کار میبریم سمبوله. بنابراین این نیست که خانم ها نتونن نقشی داشته باشن. در خانواده های ایرانی مادر سالاری بسیار بسیار مهم بود و بسیاری فکر میکردن که مردها هستن که در خانواده حرف اول رو میزنن. نه، زنها بودن، مادرها بودن که حرف نخست رو میزدن و این مادرها بودن که با آغوش خودشون فرزندانی رو به وجود میآوردن که استثنایی بودن. و پدر همیشه گرفتار کار و زندگی و مسائل دیگه بود. این مادرها بودن که این کسانی رو که اثرگذار رو تاریخ ما بودن پرورش دادن. به هر حال بین زن و مرد هیچ فرقی نمیکنه. اما علت این که موضوع خانم کلینتون رو مطرح میکنیم، در طول تاریخ آمریکا نخستین باره که یه زن به کاخ سفید میره. شک نکنید که ایشون از نظر سوابق و از نظر کارهایی که کرده با آقای ترامپ قابل مقایسه نیست. البته آقای ترامپ هم برای پول جمع کردن و پول در آوردن احتمالاً ازدواج‌های مکرر و غیره و اینها، اما فرزندان بسیار خوبی داره آقای ترامپ. و خود خانم کلینتون هم در صحبتی که با هم داشتن گفت چه چیزی رو در، یعنی مجری برنامه پرسید که چه چیزی رو در آقای ترامپ با شکوه میبینید، خانم کلینتون گفت فرزندانشون، فرزندان بسیار خوبی دارن. و بعد این سوال هم از آقای از خانم کلینتون کردن، ایشون گفت خود این آقای ترامپ موجود جالبیه و به هر حال موجود جالبی است تا اونجایی که یادمه. خب اجازه بدین که ما بریم به پیام های تبلیغاتی برنامه نگاهی بکنیم، برگردیم بیایم و نخست باز هم صحبت هایی در اطراف این اجتماع با شکوه ایرانیان در پازارگاد داشته باشیم. و من و شما که هر دو شیرازی هستیم و بعد بارها رفتیم به زیارت پدر همه، پدری که امیدها حالا به این پدر بسته شده و اون جمله معروف که کوروش بخواب که ما بیداریم، حالا در شعارها آمده بود که کوروش بیدار باش، بیدار باش که پدر نداری. جالبه گاهی اوقات بعضی حرفا آقای نیکاهنگ کوثر عزیز من هم خنده داره هم متاثر کننده است. اون کمدی تراژدی که از شروع انقلاب ایران میهن ما رو در خودش گرفته، نظر شما چیه قبل از اینکه آگهی ها رو ببینیم؟ والا چیزی که ما شاهدش بودیم تراژدی بوده که لحظات کمیک هم درش وجود داشته، یعنی درد رو حس کردیم و اون لحظات لبخند باعث شده درد رو اندکی به کنار بگذاریم. ممنونم و شما هم کمک کردین به اون لبخند با کاریکاتورهای زیبایی که هست. البته قولی به من دادین هنوز عمل نکردین، ولی خب در مورد مسائل دیگه مهم بودیم. میریم پیام ها رو نگاه میکنیم و برمیگردیم با شما هستیم. قابل توجه اهالی محترم بیورلی هیلز، در مورد پروژه HH اگر رأی منفی بدهید 110 کاندو در دو ساختمان مختلف ساخته خواهد شد بدون پارک عمومی. اگر رأی مثبت یس بدهید همان 110 کاندو فقط در یک ساختمان و ایجاد یک پارک عمومی بزرگتر از زمین فوتبال با 2 ساعت پارکینگ رایگان به اضافه 33 میلیون دلار درآمد اضافی برای شهر بیورلی هیلز. به کی اعتماد میکنید؟ واندا، یک سازنده خارج از شهر که مخالف پروژه HH است، یا بیورلی هیلتون، یک مؤسسه مورد اعتماد شما در 62 سال گذشته؟
گذشته. شما غالبا میدانید به کدام اعتماد کنید. به چچ رأی مثبت بدهید. یک پارک زیبای عمومی بهتر از یک ساختمان است. هزینه این پیام یس به پروژه چچ توسط اهالی بیولی هیلز برای پارک و فضای باز پرداخت شده است. مخارج بیشتر توسط اویسیس وست ریلتی ال ال سی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید. من سیمون پروتراد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است. دکتر سیمون پروتراد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 اتحاد لا.com. خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است. فردوسی، حافظ، خیام، سعدی، شیراز، مهرگان، یلدا، نوروز و بلندروز و ده‌ها نام افتخار آفرین ایرانی که بر روی شراب‌های استثنایی در فازلی سلرز واینری عرضه می‌شود. فضای زیبا و دیدنی در جنوب کالیفرنیا با غذاهای استثنایی. سالن‌های متعدد برای گردهمایی‌ها، عروسی‌ها و میهمانی‌ها. اینجا یکی از دیدنی‌ترین و زیباترین واینری‌هایی است که با سلیقه و احترام به فرهنگ ایران به وجود آمده. فاضلی سلرز واینری 951-303-3366. سلام، من کاظم مشجدی هستم. 52 سال در کشورهای امریکا و کانادا فعالیت کردم در رشته هنر فرش ایران و افتخار میکنم که خانواده من 4 نسل بالای 200 سال در خدمت فرش ایران بودن. از شما دعوت میکنم در شهر تورانتو نمایشگاه بزرگی که دایر شده از بهترین فرش های ایرانی تشریف بیارین و بهترین فرش ها رو ببینین، مخصوصا از مشتران خوبم در کانادا و امریکا که در رشته فرش فعالیت میکنین. شما ازام به دعوت میکنم به کانادا مراجعه کنین و در سایت من برین تلفن بخونید. قول میدم مثل 52 سال گذشته همیشه در خدمت شما، در خدمت فرش ایران، در خدمت بافنده های عزیز ایران و در خدمت کشورم ایران باشم. مشتاق دیدن شما در نمایشگاهم در شهر تورانتو، خیابان یان، شماره 7061 میباشم. زبان فارسی با شاعرانش همیشه جاودانه است. در قربت نیز شعر امروز ایران فراموش نمی شود. با دست خالی به میعاد بار، چکیده های عشق و احساس یک زن، مجموعه شعر مینا امامی را از شرکت کتاب در لس آنجلس بخواهید. 310-477-7474 و 714-614-7473. آیا می دانید ارتفاع برج جدید هیلتون در بیورلی هیلز در صورت تصویب لایحه میجر اچ اچ چقدر خواهد بود؟ 375 فوت، یعنی بیش از 2 برابر بلندترین ساختمان در بیورلی هیلز، تقریباً 3 برابر بلندی مجسمه آزادی. همگی به میجر اچ اچ رأی نه خواهیم داد. هویت و زیبایی بیورلی هیلز را حفظ کنیم.
برنامه اندیشه با دوستان رو ادامه میدیم و مهمان عزیز من آقای نیک آهنگ کوثر هستند. در زمانی که آگهی ها داشت پخش میشد من نگاهی کردم به تلفن و تکست هایی که آمده بود، 11 تا داشتیم که بسیارش تشکر از برنامه بود، به ویژه در مورد اجتماع مردم در پازارگاد که بسیار هیجان انگیز بود و ممنونم از فرستادن این محبت هاشون به برنامه. از جمله یک نفر نوشته که چه عجب آقای نیک آهنگ کوثر از آب صحبت نکردن، و البته در رابطه با آب هم با ایشون صحبت میکنیم. یک نفر دیگه هم نوشتن که به نظر من هر ماه باید یک روز رو قرار داد که مردم برن به پازارگاد، که البته فکر نمیکنم عملی باشه. و اما دوست دیگه ای فرمودن که نقش تلویزیون اندیشه در اجتماع پازارگاد بسیار زیاد بوده. ممنونم از لطف و محبتشون. اجازه بدین قبل از اینکه صحبتمون رو با آقای نیک آهنگ کوثر ادامه بدم یک نکته ای رو بگم خدمتتون، که من چون در تلویزیون اندیشه متاسفانه وقت ندارم که تلویزیون های دیگر رو تماشا بکنم، اما به من خبر دادن که در یکی دو تا تلویزیون گفتن که تلویزیون اندیشه و برنامه افق ایران هیچ نوع عکس العملی در مورد این اجتماع نداشت. متاسفم که این گفته میشه. من نمیخوام مطالبی رو بگم که احتمالاً کدورتی ایجاد بکنه، اما از یک ماه و نیم قبل شاید هم بیشتر هم تلویزیون اندیشه با برنامه‌های ویژه‌ای که داشت، هم برنامه افق ایران با برنامه‌های متعددی که داشت، از مردم از مردم درخواست شد که در این اجتماع شرکت بکنن، و ممنونم از مردم. و در همون روز جمعه‌ای هم که بلافاصله خبر آمد، از 6 صبح به وقت لس آنجلس همه ما در تلویزیون بودیم و برنامه‌های ویژه‌ای داشتیم، از جمله شاهزاده رضا پهلوی هم پیام بسیار زیبایی رو از تلویزیون افق ایران به مردم ایران فرستادن که بسیار جالب بود. و خلاصه هم اندیشه هم افق اونچه را که وظیفه‌اش بود با دقت انجام داد. ممنونم از این یادآوری که کردن، و منم امیدوارم که هیچ برنامه تلویزیون دیگری، البته هر کی میتونه حرف خودشو بزنه، ولی همیشه با انصاف باشیم در مورد همه چیز. اون چرا که ما رو عقب انداخته این بی‌انصافی است که و قضاوت بسیار نادرستی است که در مورد مسائل مختلف انجام میدیم. اجازه بدید یک نکته ای رو که نمیدونم اجازه دارم یا نه، حتی آقای درمانی که پایه‌گذار این تلویزیون و سرمایه‌گذار این تلویزیون هستند و همه ما دوستشون داریم، به من گفتن که یک ساعت قبل از اینکه مصاحبه آقای شاهزاده رضا پهلوی انجام بشه، من به تلویزیون پارس تلفن کردم و گفتم که میتونید اجازه دارید که این پیام رو پخش بکنید. متاسفانه مثل اینکه وقتشون رو فروخته بودن یا هم چیز دیگه ای، و به هر حال آقای درمانی اختیار دارن، اما یعنی گفتن که این پیام به همه مردم ایرانه و هر کسی میتونه پخشش بکنه. بگذاریم، اجازه بدید با آقای نیک آهنگ کوثر صحبتمون رو ادامه بدیم. آقای نیک آهنگ کوثر، از آب چه خبر؟ والا خیلی اوضاع خرابه. خیلی خیلی ممنون که پرسیدین، و خیلی ممنون که از بیننده محترمی که پرسیدن نوشته بودن چه عجب فلانی راجع به آب صحبت نکرد. والا متاسفانه چون در جمهوری اسلامی نان برخی ها در آب هست، یعنی از راه آب نون در میارن، توجهی نمی کنن به حقوق مردم مناطق مختلف کشور. متاسفانه در 37 سال گذشته چیزی که شاهدش بودیم این بوده که منابع آب کشور تا حد زیادی از دست رفت به خاطر سیاست‌های اشتباهی که در حوزه‌های آب و کشاورزی داشتیم، و از طرف دیگه بی‌توجهی به نظر کارشناسان. هفته پیش ما در آبانگان با آقای پروفسور آنتونی آلن، استاد گرانمایه انگلیسی که بحث آب مجازی رو در حقیقت ایشون پدرش هست، رو باش گفتگو کردیم.
آب مجازی به میزان آبی گفته میشه که صرف تولید یک کالا میشه از ابتدا تا انتها. که وقتی مثلا شما بشنوید که برای تولید یک کیلو گندم 1300 لیتر آب، اما برای تولید یک کیلو گوشت قرمز گاو 15600 لیتر آب مصرف میشه. وقتی این ارقام رو باش آشنا میشیم، میبینیم که برخوردی که ما در ایران داریم میکنیم یا خیلی از کشورهای دنیا با این محصولات بدون توجه به واقعیت‌هایی است که پشت تولید هر کالا بوده. و به این ترتیب ما در ایران نبایستی اینقدر تاکید میکردیم برای کشت گندم. و اعتقادی که وجود داره این هست که کشورهایی که مشکل آب دارن باید وارد کننده آب مجازی یا کالا باشن و از این تخیل بیان بیرون که بایستی خودکفا باشن در اون محصول استراتژیک. چرا؟ چون باعث از بین رفتن منابع آب میشه. همین اتفاقی که الان شما میبینید در ایران افتاده و منابع آب زیرزمینی و منابع مختلف آب از دست رفته. و بر اساس برآوردها بین 10 تا 15 سال آینده ما با یک بحران شدید اجتماعی روبرو خواهیم بود که به واسطه افزایش حاشیه نشینی و زندگی در حلبی آباد هاست. بنا به آمار رسمی این رقم رسیده به 11 میلیون نفر زندگی در حلبی آباد ها و 5 میلیون نفر دیگه حاشیه نشین. و اگر این رقم به نزدیک 20 میلیون نفر برسه که بشه 1/4 جمعیت ایران، ما با یک بحران بسیار بد اجتماعی روبرو خواهیم بود و افزایش نابرابری ها به جایی که قابل تحمل بشه برای خیلی ها ممکنه باعث بحران های اجتماعی بشه. و متاسفانه نگرانی ها زیاده و جمهوری اسلامی در مسیری که داره طی میکنه و تاکید میکنه روی افزایش جمعیت که آقای خامنه ای گفته بود جمع ما تا 150 میلیون نفر هم جا داریم، ایشون احتمالاً دنبال ساختن یک ارتش شیعه میگرده، چون هیچ دلیلی من نمیبینم که بخوایم به اون جمعیت برسیم و غذایی نداری نخواهیم داشت برای سیر کردن اونها. و الان دریچه ارومیه رو که شما نشون میدارین میدین، دریچه ارومیه از 20 سال پیش حدوداً به خاطر سیاست های اشتباه دوران سازندگی و سدهایی که ساخته شد تدریجا رسید به نقطه‌ای که امروز هستیم و میبینیم افزایش سرطان رو شاهد هستیم در برخی نواحی اطراف دریاچه به خاطر بادی که از روی نمک‌های سمی بلند میشه. همون اتفاقی که الان داره در اصفهان هم میفته که یک مسئول بهداشت استان اعلام کرده که افزایش 100% وجود داشته در از نظر میزان سرطان، ابتلا به سرطان در شهر اصفهان، و اون هم به خاطر خشک شدن زاینده رود در بیشتر مدت سال هست. ممنونم از لطف و محبتت و راجع به آبم صحبت کرد آقای کوثر. یک نکته ای که برای من یک کمی متاثر کننده است اینه که هنوز خیلی ها این مسئله آب رو جدی نگرفتن، به ویژه در مورد ایرانی ها. و بیشتر از همه خطر هم در اونجاست، برای اینکه کشورهای غربی، همین آمریکا، همین لس آنجلس ما کمبود آب داره، ولی ده ها نفر، صد ها نفر دارن کار میکنن و به مردم توصیه میکنن و یک جبهه‌ای رو درست کردن که همه دارن حمایت میکنن ازش. و بعد از اینکه توصیه های بسیار کردن، اعلام شد که در کالیفرنیا 30% از مصرف آب کم شد و این با همت مردم شد، برای اینکه با همت شهرداری ها و کسانی که کمک کردن که شیرهای دوش رو، شیرها رو نوعی که فشارش بیشتر بشه، آب کمتری بیاد و بسیار مسائل دیگه، و خود مردم رعایت کردن. یعنی این مردم هستن که با همکاری با دولت و احتمالاً دولتی که از خودشون بدونن و صادق باشن باش که داره درست میگه، همکاری کنن. در ایران من با بسیار از دوستانمون میگن آقا آب بالاخره میاد دیگه. هیچ کس نمیدونه که قنات ها، شاید کمتر میدونن که قنات ها چگونه شده و چگونه آبهای زیرزمینی از بین رفته. و یک دفعه میفهمیم که در یک خیابان یه چیزی فرو رفت، در یک جایی چیز آمد. از چیه؟ برای اینکه زمین یک نظمی داره. من نمیخوام وارد بحث علمی بشم، خاک و گل و آب یک نظمی دارن. و به هر حال ممنونم، چند تا تلفن داشتم، ببخشید تکست داشتیم. این تکست بسیار چیز خوبی است، برای اینکه مردم صادقانه میفرستن که گفتن
آقای کاردان، هر دو مهمان شما بسیار خوب هستن، ممنونم از لطف و محبتشون. یه نفر دیگه هم گفتن که خیلی ها میگن که، یعنی بعضی ها میگن که این اجتماع ضد عرب بوده در اطرافش، اصلا همچین چیزی نبوده، ما هم نگفتیم ضد عرب بوده، و عرب هم انسان‌های خوبی هستند، انسان‌هایی هستند، به همه باید احترام گذاشت، و اصلا به هر حال مشکلات مملکت ما این نیست که عرب یا عجم یا غیره و غیره، مشکلات بسیار داریم. من حالا یه چیزی اضافه بفرمی کنم. بفرمی. توی فیلم‌هایی که پخش شد از همون تجمع مردم در پاسارگاد، ما یک عرب ایرانی رو داشتیم که اومد و با زبان عربی راجب تاریخچه و راجب کوروش و راجب مسائل صحبت کرد. ما گروه های مختلفی رو داشتیم، از چهارمحال بختیاری، از لرستان، از نقاط مختلف استان فارس، از نقاط مختلف ایران، و یک همبستگی رو نشون دادن. ممکنه برخی از شعارها شائبه به قول معروف عرب ستیزی داشته باشه، که طبیعی که در پیامی هم که شاهزاده رضا پهلوی در حقیقت فرستادن، اون همگرایی رو شما بیشتر میدیدید. و این نکته به نظر من مسئله مهمی است که ما هرچی بیشتر پیش میریم به سمت جلو، این همگرایی ها رو بیشتر خواهیم دید، و دوری کردن گروه های مختلف مردم از دادن شعارهای قوم ستیزانه چقدر میتونه کمک بکنه به آینده کشورمون، که متاسفانه در 37 سال گذشته تحت تأثیر انگل هایی که دارن خون مملکت رو مانند زالو میمکن به این نقطه رسته. ولی به نظر من وقت انگل زدائی و زالو زدائی به روش مدنی رسیده. اجازه بدیم میخوام حال هوای برنامه رو یک کمی عوض بکنم. کارگردان برنامه مون آقای مشکیار، آقای بهروز مشکیار، قبل از اینکه برنامه رو اجرا میکنیم یک آهنگ به من نشان داد که آقای شهرام ناظری این آهنگ ویژه‌ای رو که میگن که آهنگش مال زمان قاجار بوده و غیره، اما شعر خیلی قشنگی روش گذاشتن. اجازه بدید با همدیگه بریم این آهنگ میهنی رو با صدای شهرام ناظری بشنویم، برگردیم بیایم یه تنوعی هم بشه، وقتمون کمه اما صحبت بسیار داریم، با هم نگاه میکنیم. متشکرم. صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جام و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشونت بزنان ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلابت ایران جوان. نام جاویده وطن،
صبح امید وطن گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشونم بزنان ز سلابت ایران جوان به اصالت ایران کن ز سلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 یکی از بینندگان عزیزمون یک تکست فرستادن میگن که میشه لطف کنید اون آهنگی رو که در برنامه نگاهتون پخش کردید که یک آقای مسنی با ستار اون شعر معروف رو میخونه که وطن امروز اسیر دو ستن بی وطن است رو پخش کنید. برنامه نگاه فردا ساعت 8 شب تکرار خواهد شد به وقت لس آنجلس و به هر حال آهنگ آقای شهرام ناظری رو که پخش کردیم قرار نیست که برنامه تمامش آهنگ باشه. خب آقای نیکاهنگ کوثر عزیز بفرمایید که شما که در پایتخت آمریکا هستین و طبق این شمارش معکوسی که دارن تا همین الان 5 روز و چند ساعت مونده به این انتخابات عجیب و غریب، با مردمی که معاشرت میکنید پیش بینیشون چیه؟ پیش بینی ها از جمعه به بعد تغییر کرده. همونطور که عرض کردم خدمتتون، بعد از اعلام خبری که رئیس FBI در نامه به گروهی در کنگره نوشت که بررسی در حقیقت ایمیل های مرتبط با خانم کلینتون مجددا شروع میشه وقتی که بررسی کامپیوتر در حقیقت یکی از دستیاران ایشون رو دارن آغاز میکنن و بعد از دادگاه حکم گرفتن که این بازرسی انجام بشه، نگرانی ها زیاد شد و بر اساس آمار اگر خانم کلینتون داشت رشد میکرد در حقیقت نمودارهایی که درباره میزان رأی ایشون بود، اما با یک توقفی مواجه شده و در نظرسنجی های کلی سراسر کشور آقای ترامپ و خانم کلینتون خیلی نزدیک هستند. در برخی از ایالت ها ببینید، من چیزی که شاید خیلی از شهروندان ایرانی باش آشنا نباشند این هست که در هر کدوم از ایالت ها جداگانه رأی ها در حقیقت شمرده میشه به خاطر سیستم الکترال کالجی که در آمریکا وجود داره و هر کاندیدایی که به قول معروف 271 رأی الکترال کالج رو یا کالج انتخاباتی رو ببره در حقیقت رئیس جمهوری خواهد شد و اگر خانم کلینتون نتونه به رقم 270 برسه و آقای ترامپ ازشون جلو بزنه، شانس ریاست جمهوری خانم کلینتون کم میشه. در ضمن هم در نظر بگیریم که در یکی از ایالت‌ها که در یوتا باشه یک کاندیدای دیگر وجود داره که مورمون هست و البته محافظه کار کانسرواتیو محسوب میشه و ممکنه رأیش از آرای خانم کلینتون و آقای ترامپ هم بیشتر بشه و میتونه این ایالت رو تقریبا از موقعیت که انتظار داشتن خارج بکنه. در برخی از ایالت ها مثل اوهایو و اریزونا و نوادا که امید داشتن دموکرات ها رأی بیشتری رو ببرن، الان در حال حاضر وضعیت نگران کننده است برای خانم کلینتون. فلوریدا میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. ممکنه خانم کلینتون در ایالت پنسیلوانیا آرای بیشتری رو ببره از آقای ترامپ، اما مطمئنن بدون بردن اوهایو هیچ کدوم از کاندیداها نمیتونن به راحتی کاخ سفید رو نصیب خودشون کنن. از نظر تاریخی در طی چند انتخابات اخیر که دیدیم، خب کالیفرنیا و نیویورک به دموکرات ها
اکثرا رای دادن و همون روند ممکنه تکرار بشه. اما برخی از ایالت ها که اصطلاحاً ایالت های قرمز هستن یا ایالت هایی که به طور سنتی به جمهوری خواهان رای دادن، دارن تلاش میکنن دموکرات ها که بتونن نظم رو به هم بزنن در برخی از اونها که بتونن آرای خانم کلینتون رو بالاتر ببرن. من چیزی که امروز با چند نفر صحبت میکردم بیشتر نگرانی رو میدیدم. البته اینم در نظر بگیرید که شهر واشنگتن دی سی یکی از دموکرات‌ترین شهرهای آمریکا هست و میزان دموکرات ها اینجا خیلی زیاده. نمیشه اینجا رو معیار کنست فقط از نظر خبری و از نظر مثلا حضور هیئت‌های نمایندگی ایالت‌های دیگه در کنگره هست که میتونیم تفاوت‌ها رو بیشتر ببینیم. با این حال چیزی رو که من میبینم، خیلی از کسانی که طرفدار خانم کلینتون بودن و تا هفته پیش با اطمینان از پیروزی ایشون حرف میزدن، امروز که من دیدم واقعا نگران بودن. ببینید، یکی از دوستانمون یه تکست فرستادن، نوشتن که این آقای ترامپ گفته که اگر من به قدرت برسم اون برجام، یعنی توافق نامه‌ای که بین آمریکا و پنج به علاوه یک و ایران روشده پاره میکنم. آیا قدرت رو داره این کار رو بکنه؟ والا هر کسی میتونه یه تیکه کاغذ رو پاره بکنه، اما تعهدات بین‌المللی رو بایستی دید که چقدر قابل حل هست. البته ببینید، در نظر بگیرید که دموکرات‌ها سعی میکردن همیشه بترسونن طرفداران خودشون رو که اگر یک ریپابلیکن، یک جمهوری خواه به کاخ سفید راه پیدا بکنه، این توافق هسته‌ای با ایران رو از بین خواهد برد و این باعث نگرانی میشه. آقای ترامپ هم در نظر بگیرید که ممکنه برای کسب آرا چنین ادعایی بکنه. کسانی هم هستن در کنگره آمریکا، در هم سنا و هم در مجلس نمایندگان که امیدوارن با پیروزی در حقیقت یک اکثریت جمهوری خواه این اتفاق بیفته. مسئله این هست که بایستی دید که آمریکا اگر کاری رو انجام میده بر اساس منافع ملی خودش به قضیه نگاه میکنه، نه بر اساس منافع ملی ایران یا جای دیگه. اما در این چارچوب اگر ببینیم که فرض کنیم کسانی که با آقای ترامپ مشورت میدن بگن که آقا در چارچوب منافع ملی ایالات متحده هست که برجام متوقف بشه یا تغییراتی بکنه، یا اگر در چارچوب امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده بایستی نه کامل این رو محو کرد و یک سری مذاکرات دیگر از اول شروع کرد. اون منطقی تر به نظر میرسه، چون خیلی از ادعاها در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری مطرح میشه که همونطور که میدونید بعدن که طرف رئیس جمهور میشه ممکنه به نتیجه هم نرسد، مثل گوانتانامو که آقای اوباما میخواست تعطیل کنه اما هنوز سر جاشه. مردم ایران هم خب با وعده های آقای روحانی خیلی خوب آشنا هستن که خیلی هاش به واقعیت نپیوسته، میدونن خیلی از اینا وعده های انتخاباتی میتونه باشه. برای رهبر ایران هم این آیت الله مون گفتن که این دوتا کاندیداها با حرفهای زشتی که در مصاحبهاشون زدن آبروی آمریکا رو بردن و امیدوارم که اقلا خود آقای خامنه‌ای یک کمی آبروی ایران رو نگه دارن، نگران آبروی کشورهای دیگه نباشن. به هر حال آبرو، نمیدونم باید آبرو رو به انگلیسی چی ترجمه کرد و به این دو تا کاندیدا گفت مواظب باشین آبرو نبرین و بیاد فلان. همینطور که باید بپرسیم که مدرک دکترا از انگلستان دارن ولی خب سر کلاس حاضر نشدن، ایشون باید مترجم این قضیه باشه. بله. خب همینطور که ایرانی ها گاهی اوقات راجب برجام و قدرت اگر به دست آقای که ترامپ برسه صحبت میکنن، بسیاری از آمریکایی ها نزدیک 35 تا 40 میلیون نفر نگران بیمه سلامتی هستند. بیمه سلامتی که آش دهانسوزی نیست برای مردم، ولی به هر حال یک بیمه است. یعنی به هر حال این جمعیت تا قبل از اینکه آقای اوباما اعلام نکنه بیمه ای نداشتن، یعنی بیمه سلامتی نداشتن و طبق قانونی که آقای اوباما که همه اجباراً باید داشته باشن، به هر حال یک حرکتی ایجاد شده. اما این حرکت حرکت خیلی ایدئالی نیست، اما به هر حال مردم یک کارتی دستشونه به عنوان بیمه که اگر احتمالاً احتیاج داشتن به بیمارستان برن یک بیمه ای دارن. اما میگن اگر آقای ترامپ سر کار بیاد اولین کاری که میکنه این بیمه رو منحل میکنه. در این باره شما چی فکر میکنید؟ آقای ترامپ در سخنرانیاش مدعی شد که میاد و
و من رو به شکلی بهتر عرضه میکنه که حالت رقابتی تر منطقی حاکم بشه. ببینید همین بیمه که تحت عنوان اوباما کر از چند سال پیش اومد و در حقیقت رسمیت پیدا کرد با رأی کنگره و رأی و امضای آقای اوباما، تونست خیلی ها رو در حقیقت در موقعیت قرار بده که بتونن از بیمه برخوردار باشن. اما اون چیزی که ما در این چند سال شاهدش بودیم، اون چیزی که تحت عنوان حالا پریمیوم یا اون پول ابتدایی که بایستی پرداخته بشه و برای در حقیقت داشتن بیمه، هزینه ها زیاد شد. به عنوان مثال اگر شما بیمه های مختلف رو بررسی کنید از ابتدا تا الان، میبینید که اگر بیمه بر فرض یک خانواده سه نفره مجبور بود $900 بپردازه، تدریجا رسید به $1,500 و وقتی درآمد این خانواده افزایش پیدا نکرده برای یک بیمه خیلی خوب، میبینید که هزینه ها بالاتر رفته و وقتی که شما نتونید اون هزینه پریمیوم رو تامین کنید، مجبورید بیمه ارزان تری رو بگیرید. و اگر یک نفر در خانواده شما داروی تخصصی یا خاص احتیاج داشته باشه که ممکنه چند هزار دلار در ماه باشه، اون وقت از پس خریداری اون دوا بر نمیاد. این در همین دوره آقای دوره آقای اوباما اتفاق افتاده و خیلی ها این مشکلات رو تجربه کردن. اون چیزی که آقای اوباما اومد درقت مطرح کرد، این مسئله اجبار داشتن بیمه، خب عملا باعث شد خیلی ها که بیمه های ارزون قیمت رو دیگه نمیتونستن بگیرن، مجبور بشن بیمه های گران قیمت تری رو بگیرن. هم هزینه هاشون اضافه شد و خیلی از داروهایی که میخواستن و باید نصیبشون میشد، نصیبشون نشد. و از اول هم گفته میشد که اگر شما بیمتون رو تغییر بدین، میتونین همون پزشکی رو که پزشک خودتون بوده رو برین سراغش. و در خیلی از موارد این قضیه نقض شد، چون خیلی از پزشکان با برخی از شرکت‌های بیمه قرارداد نبستن و نهایتاً هم دیدید که در همین چند ماه گذشته چند تا شرکت بیمه خیلی بزرگ اعلام کردن از سال دیگه و قرارداد خودشون رو با اون مارکت پلیس یا بازار بیمه ادامه نخواهند داد و نشون داد که بیمه ای که آقای اوباما داره مطرح میکنه در عمل نمیتونه شکل کاملاً واقعی به خودش بگیره. اجازه بدید ما فقط 3 دقیقه دیگه وقت داریم. 3 تا تکست دارم در مورد آقای سعید مرتضوی. در خبرها آمده بود که آقای سعید مرتضوی رو به 135 ضرب شلاق محکوم کردن، کسی که در زندانها جوانهای ما رو به قتل رسونده و بازپیمان هم بوده ایشون. جانم؟ ایشون هم قاضی بنده بوده و هم بازجوی بنده و عجب. و واقعا بهتون بگم یکی از بدترین خاطرات تمام زندگیم اون چند ساعت بازجویی به وسیله آقای مرتضوی بود، تهدیدهایی که ایشون کرد. یعنی در حقیقت آدم در اون لحظه فقط نگران وضعیت نزدیکانش است، چون تهدیدهای غیر اخلاقی، تهدیدهای مختلفی که میکنه. البته خب من زیر بار فشارهای ایشون نرفتم، حاضر نشدم اعتراف بکنم و خب ایشون منو سریع فرستاد به بند 209 زندان اوین. اما واقعا میتونم بگم من با خیلی ها صحبت کردم و تجربه مشترکی که اکثرمون داشتیم در مورد بازجویی به وسیله ایشون اونقدر دردناک هست که بازگشت اون خاطرات خیلی تلخه. و آقای مرتضوی روزی روزگاری، حالا درست این احکام خیلی ساده هست، ولی تقاس روانی تمام کارهایی که کرده با پشتوانه قدرت در جمهوری اسلامی رو بایستی پس بده. ما البته به عنوان انتقامجویی نمیگیم، بلکه به این عنوان که هر کسی مسئولیتی داره و مسئولیت بالاتر با مقامهایی هست که ایشون رو در مصدری قرار دادن. از آیت الله خامنه‌ای بگیرید که ایشون رو دادستان تهران کرد، تا آقای محسنی اجرایی که ایشون زیر نظر ایشون کار میکرد، تا دیگرانی که با کمک ایشون مطبوعات رو قلقم کردن و روزگار خیلی ها رو سیاه کردن، و اون کسانی که در کهریزک قربانی دستورهای مرتضوی شدن، اون واداشون هیچ وقت فراموش نخواهند کرد اون جنایت ها رو. که البته باید بگم در مقابل جنایت های جماعتی که طرفدار آیت الله خمینی بودن در دهه 60 ممکنه کم باشه، اما جنایت جنایته و هر حقی که از هر انسانی با
واقعا گرفته بشه، حقوق همه انسان ها زیر سوال رفته. کاملا درسته. ممنونم از شما آقای نیک آهنگ کوثر گرامی که محبت کردین در برنامه شرکت کردین. میخواستیم بحث این دوستمون، دوست ما که نیست البته، ایشون آقای سعید مرتضوی، این رو قطعا دوست رو به کار میبریم، شاید در مورد ایشون یک نوع یه توهینی به خودمون باشه که داریم انجام میدیم. به هر حال بیشتر صحبت میکردیم جانم، از بزرگواریتون هست، شما ناراحت نشید. خواهش میکنم، مرسی، متشکرم. به هر حال سعید مرتضوی و سعید مرتضوی ها یک روزی تقاص جنایاتی رو که کردن خواهند داد. و ممنونم از لطف بیان. سعید مرتضوی، سعید، الحمدلله ما سعید امامی، سعید حنایی که به قاتل شب معروف شد، خیلی ها از این سعیدها رو داشتیم. همه سعیدها در ایران عزیزن، منتها چند تا سعید متاسفانه باعث شدن که بسیاری از سعیدهای خوب زیر سوال برن. ممنونم از لطف محبتت، بسیار محبت کردی در برنامه شرکت کردیم. ممنونم از اتاق کنترل آقای بهروز مشکیار و تمام دوستان عزیزی که به برنامه های ما نگاه میکنن. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. به امید دیدار.